سلام بر شما، به خبر نیمروزی خوش آمدید. موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات حدود 3000 نفر از محکومان قضایی در آستانه سالروز میلاد پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام. ایادت رئیس جمهور از مجروحان ترورهای جمعی رژیم صهیونیستی در لبنان. آقای پزشکیان از روند درمان برخی مجروحان این حادثه تروریستی در تهران آگاه شد. شدیدترین حمله موشکی حزب الله لبنان به شهرک‌های نظامی رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی همزمان با ورود تکاوران نیروهای مقاومت به تل آویو از راه دریا. رژیم اشغالگر دیشب بیش از 50 منطقه در جنوب لبنان را به شدت بمباران کرد. تمهیدات پلیس برای تردد روان در جاده‌ها با پایان یافتن تعطیلات تابستان. استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و برخی مناطق گیلان و غرب مازندران بارانی است. و موفقیت فناوران کشور در طراحی و ساخت دستگاه نوار قلب همراه، محصولی فناورانه که قلب انسان را در 90 ثانیه پایش و به پزشک گزارش می‌کند. هر وقت که علائمی مشکلی داشت دستگاهو بذاره و به این شکل انگشتاشو روی دستگاه بذاره، چند ثانیه که نگه داره نوار قلبش ثبت میشه، از طریق بلوتوث نوار قلب میاد روی گوشی همراه قرار میگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند، با مشروع بخش خبری ساعت 14 در خدمت شما هستیم. نزدیک به 3000 نفر از محکومان دادگاه ها از رهبر معظم انقلاب عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات گرفتند. در آستانه سالروز میلاد حضرت خاتم الانبیا، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، حضرت آیت الله خامنه ای با درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات نزدیک به 3000 نفر از محکومان محاکم موافقت کردند. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به فرارسیدن میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 2887 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی را خواستار شده بود. معاون قوه قضاییه گفت در این مرحله 2745 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، 11 نفر از محکومان سازمان قضایی نیروهای مسلح و 131 نفر از محکومان سازمان تعزیرات حکومتی هستند. به گفته آقای رحیمی، نزدیک به 1300 نفر در این مرحله آزاد می شوند و باقی مانده مشمول تخفیف مجازات شدند. 59 نفر از افرادی هم که مجازات قطعی آنها اعدام بود، با یک درجه تخفیف مجازات آنها به حبس تغییر کرده است. 140 نفر از محکومان مشمول عفو خانم، 40 نفر اتباع بیگانه، 39 نفر محکومان امنیتی و 6 نفر زیر 18 سال هستند. رئیس جمهور ساعتی پیش با حضور در بیمارستانی در تهران از شماری از مجروحان ترورهای جمعی لبنانی ها عیادت کرد. آقای پزشکیان در این عیادت با توضیحات مسئولان بیمارستان از آخرین اقدامات و روند درمانی مجروحانی که به ایران منتقل شدند مطلع شد. سفیر لبنان هم در جریان عیادت رئیس جمهور را همراهی و از حمایت های جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.
حزب الله لبنان در یکی از شدیدترین حملات موشکی به شهرک های نظامی صهیونیستی، شهرک متله در شمال سرزمین های اشغالی را در هم کوبید. در پی این حمله برق و ارتباطات در این شهرک نظامی قطع شد. موشک های سنگینی که حزب الله شلیک کرد با عبور از سامانه های پدافندی رژیم صهیونیستی به هدف ها اصابت کردند. رسانه های عبری زبان اعلام کردند که حملات موشکی حزب الله به شهرک المتله در شمال فلسطین اشغالی خسارت زیادی به این شهرک وارد کرده. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی هم دیشب در چند مرحله به مناطقی در جنوب شرق لبنان حمله کردند. این حمله ها گسترده ترین حمله های رژیم اشغالگر در 11 ماه گذشته توصیف شده است. صدا و تصاویری رو که دیدید ناشی از اصابت موشک‌های جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به منطقه جبل ریحان و جبل جرمق در جنوب شرقی لبنان هست. نظامیان صهیونیست به وسیله جنگنده‌های خودشون چندین بار پیاپی به منطقه جبل جرمق و همچنین جبل ریحان در جنوب شرقی لبنان حمله کردند. همچنین جنگنده‌های رژیم صهیونیستی با ده‌ها موشک هم به مناطقی در جنوب غربی لبنان حمله کردند. در این حملات که حدود 30 دقیقه ادامه داشت، 52 موشک به مناطق محمودیه، عیشیه، ارتفاعات جبل ریحان، جبل جرمق و نهر برغوز اصابت کرد. حزب الله هم در 24 ساعت گذشته 17 عملیات انجام داده که در مهمترین اونها با موشک‌های سرجنگی سنگین فلق محل‌های استقرار نظامیان صهیونیست در شهرک نظامی متله رو هدف قرار داد که باعث آتش‌سوزی در این شهرک نظامی و صهیونیست نشین شد. همچنین حزب الله با انواع موشک‌های هدایت شونده تجمعی از نظامیان صهیونیست رو که به دقت رصد می‌کرد دیروز در پایگاه مرج هدف قرار داد. در این عملیات حزب الله به اعلام رسانه‌های رژیم صهیونیستی 15 نظامی صهیونیست کشته و زخمی شدند. 8 نظامی صهیونیست هم به وسیله بالگردها از مناطق مرزی لبنان با فلسطین اشغالی به بیمارستان رمبام در شهر حیفا در فاصله 45 کیلومتری از مرز لبنان با فلسطین اشغالی منتقل شدند. حزب الله در 2 عملیات دیگر هم به وسیله پهپادهای انتحاری خودش مقر فرماندهی تیپ غربی در پادگان یعرا و همچنین یگان توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی در پادگان بیت هلال رو هدف قرار داد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما دشت خیام، مرز لبنان با فلسطین اشغالی. خب برای اطلاع از جزئیات بیشتر حملات موشکی حزب الله لبنان به شهرک‌های نظامی رژیم صهیونیستی گفتگو می‌کنم با حسن عظیم‌زاده، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در مرز لبنان با فلسطین اشغالی. آقای عظیم‌زاده سلام بر شما، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم. آقای صادقی، بینندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. دقایقی قبل بود که باز هم حزب الله با موشک‌های گراد کاتیوشای خودش مواضع ارتش رژیم صهیونیستی رو در جولان اشغالی سوریه هدف قرار داد. پشت سر بنده تقریبا در فاصله حدود 4.5 کیلومتری شما دودی رو که الان میتونید مشاهده بکنید ناشی از اصابت موشک‌های گراد کاتیوشای حزب الله به مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی سوریه هست. مقرهای پدافند موشکی و هوایی نظامیان صهیونیست در پادگانهای یردن و نفع در جولان اشغالی سوریه هستند. چیزی که رسانه‌های رژیم صهیونیستی تا به این لحظه گفتن بیش از 30 موشک به پایگاه و پادگان‌های ارتش رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی سوریه اصابت کرده و همونطور که الان شما میتونید ببینید دود ناشی از ایجاد حریقی هست که موشک‌های حزب الله لبنان به مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه جولان اشغالی سوریه اصابت کردند. همچنین صدای آژیر خطر در شهر اشغالی صفد در فاصله 12 کیلومتری از مرز لبنان با فلسطین اشغالی هم شنیده شده. گزارش‌هایی هست که چند موشک هم به شهر اشغالی صفد
اصابت کرده بعد از اینکه حزب الله این عملیات‌های تهاجمی را علیه مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی سوریه هدف قرار داد. توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی هم به وسیله گلوله‌های 155 میلیمتری خودش به منطقه خیام که الان شما میتونید دود ناشی از اصابت گلوله‌های 155 میلیمتری ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه خیام رو ببینید، به اینجا حمله کرد و پیش از این حملات هم چندین بار با موشک‌های خودش که به وسیله جنگنده‌ها شلیک می‌شدند به منطقه کفرکلا در جنوب شرقی لبنان حمله کرد. همچنین مناطقی در بین راشای فخار، کفرشوبا و حباریه هم به وسیله همین گلوله‌های 155 میلیمتری نظامیان صهیونیست هدف قرار گرفت. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که حریق در منطقه جولان اشغالی سوریه به خاطر وزش باد به سرعت در حال گسترش هست. چیزی حدود 3 هکتار در منطقه جولان اشغالی سوریه و حد فاصل پادگان‌های یردن و نفع دچار حریق گسترده شده. بله، ممنونم از حسن عظیم‌زاده خبرنگار صدا و سیما در مرز لبنان با فلسطین اشغالی. ارتش رژیم صهیونیستی از ساکنان شهرک‌های شمال فلسطین اشغالی خواست که نزدیک پناهگاه‌ها بمانند و دستورالعمل‌های جدیدی برای ساکنان بیش از 12 شهرک در شمال فلسطین اشغالی صادر کرد. شبکه 12 اسرائیل نیز گزارش داد بیش از 70,000 صهیونیست در شمال فلسطین اشغالی راهی پناهگاه شدند. رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند ارتش این رژیم سیاست حذف رسانه‌ای را در مناطق شمالی به کار گرفته و مانع تصویربرداری و ورود افراد عادی به این مناطق می‌شود. به دنبال اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در لبنان در انفجار وسایل ارتباطی که تاکنون 37 شهید و صدها زخمی بر جای گذاشته است، مناطق مختلف رژیم صهیونیستی از بیم حملات تلافی جویانه حزب الله به حال آماده باش کامل در آمدند. در سلسله ناامنی ها در سرزمین های اشغالی یک خودرو دیگر منفجر شد. گفته می شود در این انفجار دست کم یک صهیونیست زخمی شده است، ولی اطلاعات بیشتری از صهیونیستی که هدف قرار گرفته منتشر نشده. منابع خبری همچنین از حادثه امنیتی در شمال تل‌آویو و نفوذ شماری از نیروهای مقاومت از دریا به این شهر خبر دادند. بر این اساس گروهی از نیروهای مقاومت از دریا به تل‌آویو وارد و به سرعت ناپدید شدند. همزمان تصاویری از نفوذ و عملیات نیروهای مقاومت در قلب تل‌آویو منتشر شده. تصاویر نشان می‌دهد نیروهای جبهه مقاومت در ایام اخیر بارها در تل‌آویو و دیگر مراکز اصلی صهیونیست نشین نفوذ کردند و چند عملیات تعریف شده‌ای را بر اساس برنامه‌ریزی‌های خود انجام دادند. به گفته یکی از فرماندهان جبهه مقاومت، آنچه تا کنون انجام شده است بیشتر جنبه عملیات روانی و اقتصادی داشته و هنوز تصمیمی بر اقداماتی از قبیل ترور یا تهاجم به افراد صورت نگرفته، اما در صورت تغییر رویه آمادگی میدانی چنین اقداماتی نیز فراهم است. این فرمانده مقاومت گفته یکی از عملیات مهم انجام شده در قلب تل‌آویو که از لحاظ تقابل اطلاعاتی صورت گرفته شناسایی و برآورد اطلاعاتی کامل از فرماندهان و افراد اصلی ارتش رژیم صهیونیستی است. وزیر امور خارجه لبنان به نماینده این کشور در سازمان ملل ابلاغ کرد علیه رژیم صهیونیستی به طور رسمی شکایت کند. عبدالله بوحبیب عملیات ترور جمعی رژیم صهیونیستی در لبنان با دستگاه‌های ارتباطی را جنایت جنگی دانسته و برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت را خواستار شده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت لبنان، در نتیجه انفجار دستگاه‌های ارتباطی در این کشور تاکنون 37 نفر شهید و حدود 3000 تن هم زخمی شدند. شورای امنیت سازمان ملل امروز برای رسیدگی به انفجارهای تروریستی در لبنان تشکیل جلسه می‌دهد. بنابر اعلام ساموئل
ژبوگار، سفیر اسلوونی در سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، این جلسه به درخواست الجزایر برگزار می شود. در جلسه دیشب شورای امنیت که به بررسی شهرکسازی در سرزمین‌های اشغالی اختصاص داشت، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل جنگ ترکیبی علیه لبنان را محکوم کرد و گفت افزایش تنش به علت تحولات اخیر در جنوب لبنان و حمله های هوایی اسرائیل به وضوح روند خطرناکی را نشان می دهد. واسیلی نبنزیا همچنین بر لزوم واکنش شورای امنیت سازمان ملل به وضع روبه وخامت در کرانه باختری اشغالی تاکید کرد. بخش‌های گوناگون غزه امروز هدف حمله توپخانه‌ای و هوایی ارتش رژیم صهیونیستی بود. حمله به محله زیتون این شهر شماری شهید و زخمی به جا گذاشت. در غرب اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه هم امدادگران از زیر آوار یک خانه‌ای پیکر 9 شهید را خارج کردند و 4 زخمی را نجات دادند. بنا به اعلام منابع پزشکی در غزه از بامداد امروز 16 فلسطینی در این باریکه به شهادت رسیدند. اللهم اجعل صحبته نبينا محمد واولئك الابرار النبيين والصدق سيارات يا عمي 50 سياره اللهم اجعل صحبته همزمان رزمندگان مقاومت یک نفربر رژیم صهیونیستی را در رفح هدف قرار دادند. منابع خبری همچنین از کشته شدن یک سروان صهیونیست در کمین مقاومت در رفح خبر دادند. این سروان پیشتر رزمندگان فلسطینی را گروهی بزدل توصیف کرده و وعده داده بود نظامیان صهیونیست پیروزمندانه به خانه باز می گردند. جمعی از میهمانان 38مین همایش بین المللی وحدت اسلامی با حضور در حرم امام راحل به مقام شامخ بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردند. این همایش بین المللی از روز گذشته با حضور اندیشمندان شیعه و اهل سنت از بیش از 30 کشور در تهران در حال برگزاری است. حجت الاسلام سید حسن خمینی تولیت حرم مطهر امام در جمع میهمانان با اشاره به مسائل غزه فجایع فلسطین را ناشی از مشغول شدن مسلمانان به خود و نبود وحدت دانست. امروز نشستند زانوی غم بغل کردند و خجلت ها سر میدند روشون نمیشه تو روی پیغمبر نگاه بکنن که یک عده در فلسطین جنایت میکنند به خاطر اینکه این تنصر الله ندارد. جشن بزرگ میلاد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام امروز عصر همزمان با سراسر کشور در تهران ساعت 17 از میدان 7 تیر تا میدان ولی عصر برگزار می شود. دیشب هم سراسر کشور میزبان جشن وحدت و همدلی بود. آرزوی قلبی حضرت وحدت بین امت اسلام بوده و همواره توصیه کرده و تاکید کرده که از اختلاف بپرهیزند چون که اختلاف سبب شادی دل دشمن میشه. ویژگی پیامبر صداقت، راستگویی، زهد، پاکیزگی، رعوف بود، خیلی مهربون بود. مثل ایشون به مردمی که بهم بد کردن بد نکنن و بهشون خوبی کنن. مسلمان ها چه سنی چه شیعه با هم باید همبستگی داشته باشیم. باید حمایت ما از مردم غزه همیشه باشه و بدونن که یار و یاوری دارن که همیشه در هر زمان پشتیبانشون خواهد بود. الان تو این ایامی که بچه های غزه رو دارن به قتل میرسونن وحدت بین ما مسلمان ها خیلی مهمه.
اتحاد داشته باشیم. هیچ کشوری هم نمیتونه مثلا تو بین به مسلمانان ضربه ای وارد کنن یا مشکلاتی برای ما ایجاد کنن. هم مثل برادر وحدت داریم، زندگی میکنیم، خیر شرمون با همه، مسجدمون یکیه، ما هم هیچ مشکلی نداریم. وحدت بین افراد جامعه اسلامی یکی از مهمترین پایه‌ها و رکیزه‌هایی است که برای پیشرفت و آبادانی و حفاظت از کشور نقش مثبتی ایفا می‌کنه. با 40 سال در این روستا شیعه و سنی با هم برادرانه، مهربانانه، صمیمانه زندگی می‌کنیم. بینشون تفرقه چیزی به هیچ عنوان وجود نداره و مردم با خوشحالی کنار هم زندگی می‌کنن. بر اساس اعلام سازمان بسیج عشایری کشور، در رژه 31 شهریور امسال تهران، عشایر و اقوام 18 استان برای گرامداشت هفته دفاع مقدس حضور دارند. تمرین عشایر و اقوام برای این مراسم چند روزی است که در حال انجام است. هر ساله در آغاز هفته دفاع مقدس و در مراسم رژه نیروهای مسلح، حضور عشایر و اقوام ایرانی جزو صحنه‌هایی است که همیشه جذاب و جالب بوده است. حالا همین عشایر چند روزی است که دارن تمرین حضور در این مراسم رو میکنن. از شنو ازام تمرینی با لباس‌های مناطق مختلف. این لباس کجاست؟ حالشیه. ترکمن صحرا. گیلو شاسوان. خراسان جنوبی. کردی. لباس کردی. و با زبان شیرین محلی که آخرین نکات رژه رو یادآوری می‌کنن. نظم صفک. کبی از بنا توز دارون دادن. تمرین که شروع شد، همه اقوام و عشایر در کنار یکدیگر ندای با هم بودن رو سر دادن. اونها از اهمیت حضور در رژه هفته دفاع مقدس میگفتن. چرا گرامیداشت هفته دفاع مقدس مهمه؟ چون شهدا جای در این راه داده اومدیم، هستیم پشت کشورمون، پشت نظاممون. و این هم رو بیان میکردن که عشایر در همه صحنا حضور مؤثر دارد. اقتصاد مقاومتی، تورید گوشت، تورید دام، تورید لبنیات در صحنه هستن. اما در کنار تمرین رژه، اقوام به سبک و سیاق استان خودشون این گونه آمادگی خودشان را برای دفاع از مرز و بوم نشان میدادند. ویسلی خود برسو، ویسلی خود برسو، نماد دلیران تنگستان برای مقاومت. بنده بالای سلیم بالش فشار، بنده بالش فشار، بنده. البته همزمانی هفته دفاع مقدس و میلاد پیامبر اکرم شور نشاط خاصی در بین آنها ایجاد کرد. شادی میلاد پیامبر. کی آسانی ما همیم؟ چشم دشمن کور میشه. این حضور نشانه اتحاد بین اقوام عشایر ایران عزیز است و حافظ کشور و میهن و خاک خودمون است. رژه نیروهای مسلح فردا شنبه 31 شهریور برگزار می شود. در طول جنگ تحمیلی عشایر بیش از 11,000 شهید تقدیم این آب و خاک کردن. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما. با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری، مراسم تکریم و معارفه امام جمعه شهر کرد و نماینده رهبر انقلاب در استان چهارمحال بختیاری برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری، ضمن قرائت حکم رهبر معظم انقلاب در انتصاب حجت الاسلام و المسلمین فاطمی به عنوان نماینده ولی فقیه در چهارمحال بختیاری و امام جمعه شهر کرد،
بر ضرورت جهاد تبیین به عنوان یک ضرورت برای شناساندن دشمن و توطئه‌های دشمنان تاکید کرد. خطیب جمعه تهران با اشاره به برگزاری 38مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با تمرکز بر مسئله فلسطین گفت جامعه اسلامی باید متحد و یک پارچه اعتصام به کتاب خدا داشته باشند و همه امت اسلام در این وحدت آفرینی مسئولند. حجت الاسلام ابو ترابی فرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران را زمین ساز بازگشت امت اسلامی به هویت دینی خیش عنوان کرد و افزود امروز رژیم صهیونیستی قدرت بازدارندگی خود را در برابر جبهه مقاومت از دست داده است. امیدوارم که حزب الله سلحشور لبنان با قدرت و افتخار و عزت با پاسخهای سخت و کوبنده خود و پاسخهای سخت و کوبنده محور مقاومت پیروزی‌های افتخارآفرین دیگری رو برای ملت اسلام و ملت فلسطین رقم بزنند. امروز جهان اسلام در کنار ملت قهرمان لبنان است. ملت ایران با همه وجود و با همه توان در کنار محور مقاومت، لبنان قهرمان، حزب الله پیروز و غزه سرفراز و یمن اقتدار آفرین قرار دارند. محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا از این رژیم در راهپیمایی جمعه‌های خشم و انزجار این هفته. مردم استان‌های خراسان رضوی، سمنان و گلستان پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری راهپیمایی و تجمع جنایت‌های رژیم صهیونیستی را در کشتار مردم فلسطین و ترور جمعی لبنانی‌ها محکوم کردند. رهبر انقلاب چهار روز قبل در دیداری که با جمعی از علما و بزرگان اهل سنت کشور داشتند گفتند در نمازهای جمعه عنوان امت اسلامی را تکرار کنید. هر جمعه در کشور بیش از 900 پایگاه اقامه نماز میزبان نمازگزاران است. آخرین روزهای پاییز 76، اینجا سالن اجلاس سران. سران کشورهای اسلامی منتظر آغاز سخنرانی رهبر انقلاب هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. رهبر انقلاب بیشتر صحبت‌های آن روزشان را معطوف به امت اسلامی کردند. نخستین فراورده سیاسی انسانی اسلام امت اسلامی است که از مدینه النبی آغاز شد و به صورتی حیرت آور و افسانه‌وار قدم در راه رشد کمی و کیفی نهاد. هنوز نیم قرن از ولادت این پدیده مبارک نگذشته بود که نزدیک به نیمی از تمامی قلمرو ستمدن بزرگ باستانی همسایه خود یعنی ایران، روم و مصر را در نوردید. آن روز در پاییز 76 در سالن اجلاس سران از دستور کار اصلی امت اسلامی گفتند. از فلسطین: ما دولت‌های مسلمان در راه نجات فلسطین باید به کشورهای خط مقدم کمک‌های جدی‌تری می‌کردیم. در گذشته بعضی از دولت‌های ما حتی از پشت هم به جبهه کشورهای خط مقدم خنجر زده‌اند. برادران و خواهران عزیز،
این وضع با عزت اسلامی ناسازگار و از راه علاج دردهای امت اسلامی بسی دور است. 27 سال از این جلسه می‌گذرد. وقتی تعدادی از علمای اهل سنت به مناسبت هفته وحدت میهمان بیت رهبری بودند، آقا باز هم از امت اسلامی گفتند. مسئله اساسی بنده مسئله امت اسلامی است. من خواهش می‌کنم آقایون در نمازهای جمعه در اجتماعات بزرگی که تشکیل میشه عنوان امت اسلامی رو تکرار کنید، کاری کنید که ما بیهوش بیاییم، بفهمیم که ما علاوه بر صفت ایرانی بودن یک صفت بالاتر و مهمتری داریم و او مسلمان بودن و عضو امت اسلامی بودن. در همین دیدار قبل از پایان بیاناتشان از فلسطین هم گفتند و خطاب به عمی جمعه گفتند این مطلب را بیان کنند. امروز به نظر من یکی از واجبات قطعی حمایت از مظلومان غزه و فلسطین. یکی میتوانه پول بده، یکی میتوانه سلاح بده، یکی میتوانه کمک سیاسی بکنه، یکی میتوانه تبلیغ کنه، در منبر در نماز جمعه مطلب رو بیان کنه. اگر چنانچه از این تکلیف ما سرپیچی کنیم قطعا مسئول خواهیم بود. محمد رضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما. با توجه به موج بازگشت مسافران در روزهای پایانی تعطیلات، تردد در برخی محورهای مواصلاتی کشور در حال افزایش. خب برای باخبر شدن از وضعیت آمد و شد جاده‌های کشور گفتگو می‌کنم با جناب سرهنگ محبی، جانشین پلیس راهور. جناب سرهنگ سلام بر شما. در کدوم محورهای شمالی رفت و آمد سنگینی رو شاهد هستیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب علی و بینندگان عزیز این بخش خبری. خب با توجه به فرارسیدن روزهای پایانی ایام تعطیلات تابستانی، پیش بینی می‌کنیم امروز و فردا موج گسترده‌ای از سفرها به ویژه بازگشت مسافرین در اکثر محورهای مواصلاتی استان‌های سراسر کشور، مخصوصاً محورهای پرتردد شمالی کشور باشیم. البته تمهیدات لازم جهت اجرای محدودیت‌های ترافیکی محورهای شمالی کشور برای امروز و فردا پیش بینی شده. در استان گیلان، آزادراه منجیل رودبار از ساعت 11 امروز شمال به جنوب مسیر یک طرفه شده و تا پایان روز شنبه این محدودیت ادامه خواهد داشت. در آزادراه تهران شمال و محور چالوس از ساعت 15 محدودیت ترافیکی جنوب به شمال اجرا خواهد شد و از ساعت 16 از محدوده پل زنگوله و ساعت 18 از مرزن آباد به سمت تهران مسیر یک طرفه خواهد شد. در محور حراز از محدوده پلیسراه لاریجان تا پلور به صورت مقطعی شمال به جنوب مسیر یک طرفه خواهد شد. توصیه میکنیم به مسافرین عزیز بازگشت سفر را با آرامش و آمادگی آغاز کنند. به ازای هر دو ساعت رانندگی 15 دقیقه استراحت کنند. در طول مسیر از توقف‌های بی مورد، انحراف به چپ، حرکت از سمت راست شانه خاکی که از مهمترین علل وقوع گره‌های ترافیکی است، جداً پرهیز کنند. البته جا داره از مردم عزیز و مسافرین تقدیر و تشکر کنیم که در روزهای پایانی به توصیه‌های پلیس توجه کردند، بازگشت سفرشون را خوب مدیریت و توزیع کردند. به همین خاطر امروز ما شاهد ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور نیستیم. توصیه می‌کنیم مسافرین بازگشت سفرشون را موکول به آخرین روز تعطیلی یعنی فردا نکنند، بلکه امروز یا فردا صبح بازگشت سفرشون را آغاز کنند. در استان‌های آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، گلستان، مازندران و گیلان برابر اعلام هواشناسی خطر وقوع سیلاب نیز پیش بینی شده. در جاده‌های شمالی کشور بارندگی و مه غلیظ حاکم است که باعث کاهش دید افقی رانندگان وسایل نقلیه عبوری شده. لذا رانندگان عزیز فاصله طولی مناسبی نسبت به وسیله نقلیه جلویی در نظر بگیرند، توجه کامل به جلو هنگام رانندگی داشته باشند تا انشالله صحیح و سالم به مقصدشون برسند. ممنونم از جناب سرهنگ محبی، جانشین پلیس راهور. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، نواحی شمالی و شمال غرب کشور شاهد بارندگی و وزش باد خواهد بود. همچنین سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی، سیلاب و روان آب را برای این مناطق پیشبینی کرده است.
عرض سلام و احترام دارم حضور شما هموطنان گرامی. برای چند روز آینده به طور متناوب در بخش‌های شمالی کشورمون افزایش ابر و بارندگی‌ها رو خواهیم داشت. برای امروز جمعه به سبب بارندگی‌ها هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، غرب مازندران و بخش‌های از ارتفاعات زنجان صادر شده. احتمال روان آب، طغیان رودخانه‌ها و سیلاب‌های نقطه‌ای و محلی وجود داره. علاوه بر این مناطق در بخش‌هایی از استان گلستان، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز برای استان‌های البرز، تهران و سمنان در مناطق مرتفع این استان‌ها هم گاهی افزایش ابر و بارندگی رو خواهیم داشت. در سایر مناطق جو آرام هستش و گاهی در شمال شرق و شرق کشور وزش باد، خلیج فارس و دریای خزر هم مواج پیش بینی میشه. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم. سازمان برنامه و بودجه از تخصیص 100% اعتبارات مربوط به مراکز نگهداری معلولان و کمک هزینه پرستاری به خانوارها بابت نگهداری معلولان خبر داد. همچنین مقرر شد مستمری 13,000 نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی که قطع شده بود مطابق رویه گذشته پرداخت شود. ۵۴۶ مددجوی کمیته امداد در شهرستان جازموریان صاحب خانه شدند. رئیس کمیته امداد در سفر به استان کرمان خانه مهارت آموزی جازموریان را هم افتتاح کرد. در این خانه 15 رشته مورد نیاز جامعه راه اندازی شده است. درآمد باثبات مستلزم اشتغال پایداره. اشتغال پایدار مستلزم مهارت آموزیه. اگر این فرایندها طی بشه ما میتونیم بگیم که درآمد باثبات داریم و الحمدلله در اینجا من دیدم جوانهای عزیز ما رغبت و شوق زیادی برای فراگیری مهارت دارن. اسقاط 140,000 خودروی فرسوده در 6 ماه امسال. به گفته رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور این تعداد اسقاط خودرو در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2 برابر افزایش داشته است. 137,000 دستگاه از این خودروها سواری و وانت و 3,000 دستگاه خودروهای دیزلی مانند کامیون، کامیونت، کشنده، اتوبوس و مینیبوس بوده است. آغاز سال زراعی جدید با کاشت گندم پاییزه در آذربایجان شرقی. گندم، جو، نخود و کلزا از جمله محصولاتی است که پاییزه هر سال در دیمزارها کاشته می شود. تعهد کشت 410,000 هکتار گندم دیم رو داریم و همچنین 58,000 هکتار گندم آبی رو. در پی اقدام نامتعارف نماینده افغانستان در کنفرانس وحدت اسلامی هنگام پخش سرود ملی کشورمان، سرپرست سفارت افغانستان به وزارت امور خارجه احضار شد. رئیس اداره وزارت امور خارجه در این جلسه اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران را به وی اعلام و تاکید کرد جدا از بدیهی بودن ضرورت احترام میهمان به نمادهای کشور میزبان، ادای احترام به سرود ملی کشورها یک رفتار شناخته شده بین المللی است. نماینده افغانستان که در هنگام پخش سرود ملی ایران در کنفرانس وحدت اسلامی قیام نکرده بود، با ارسال تصویری از مردم ایران عذرخواهی کرد. نشسته ما در کنفرانس تحت عرف ما بود. در وطن ما که ترانه می خوانی ما میشینیم دو جا. ما با او عرف عمل کرده بودیم. خدا نکرده ما کمی ما را ایران را نمیخواهیم و یک رفیقی ما است دیری مردم که ازار شده از ما ازار خواهیم میخواهیم ما برای ایران دوست هوادی ما است. سیل در چند کشور اروپای مرکزی و شرقی مانند اتریش، جمهوری چک، لهستان و رومانی تا کنون جان 24 نفر را گرفته. در ایتالیا، لهستان و جمهوری چک دستور تخلیه چند شهر سیل زده صادر شده. دولت لهستان برای کمک به مناطق آسیب دیده از ارتش کمک گرفته.
شمار کشته های حمله گروهک تروریستی وابسته به القاعده در کشور مالی از 70 تن فراتر رفت. حمله به مرکز آموزش پلیس و فرودگاه کنار آن از کم سابقه ترین حملات از زمان آغاز ناآرامی ها در بیش از یک دهه در این کشور است. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد صدور مجوز حمله به خاک روسیه کمک چندانی به اوکراین نمی کند. با وجود درخواست‌های اوکراین، کشورهای غربی تاکنون به کیف اجازه ندادند از سلاح‌های دوربرد آنها برای حمله به روسیه استفاده کنند. پوتین، رئیس جمهور روسیه، هشدار داده استفاده اوکراین از سلاح‌های دوربرد غربی علیه روسیه به معنای ورود آنها به جنگ با مسکو خواهد بود. آتش‌سوزی جنگل‌های آمازون چندین کشور آمریکای جنوبی از جمله برزیل را تحت تأثیر قرار داده. دولت برزیل برای مقابله با آتش‌سوزی در شمال این کشور از کشورهای دیگر کمک خواسته. از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 82,000 آتش‌سوزی در منطقه آمازون برزیل گزارش شده که بیش از 2 برابر سال گذشته است. معترضان به حضور مهاجران در پایتخت ایرلند تظاهرات کردند. پلیس در درگیری با معترضان 19 نفر را بازداشت کرد. همزمان حامیان مهاجران و مخالفان نژادپرستی در دوبلین تظاهرات کردند. طبق آمارها شمار کسانی که درخواست پناهندگی در ایرلند دارند در 6 ماه نخست 2024 به بیش از 10,500 نفر رسیده که حدوداً 2 برابر مدت مشابه پارسال است. فناوران یک شرکت دانش بنیان موفق شدند دستگاه نوار قلب همراه طراحی و بسازند. این محصول فناورانه وضع قلب افراد را در مدت 90 ثانیه پایش و گزارش آن را برای پزشک ارسال می کند. پایش این ضربان برای خیلی ها حیاتی است. مسئله مرگ و زندگی است. علت اصلی سکتان مغزی تشکیل لخته است. چه در عروق مغز، چه در عروق گردن. گاهی اوقات در داخل قلب لخته تشکیل میشه و به سمت مغز پرتاب میشه. بهش میگیم آمبولی. حالا فناوران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی دستگاهی را با عنوان دستیار تشخیص پزشک با بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای پایش وضعیت قلب افراد طراحی کردند. دستگاه نوار قلب همراه است. یه دستگاه خیلی کوچیک و جمع جور اندازه یک کارت اعتباری. دستگاه فناورانه در زمانی حدود 1.5 دقیقه داده‌های قلب را بررسی و تحلیل می‌کند. خیلی دستگاه سبک و راحتی هست. همیشه همراه فرد هست. حتی فرد می‌تونه داخل جیب خودش همراه خودش داشته باشه و هر وقت یه علائمی مشکلی داشت دستگاهو بذاره و به این شکل انگشتاشو روی دستگاه بذاره. چند ثانیه که نگه داره نوار قلبش ثبت میشه. از طریق بلوتوس نوار قلب میاد روی گوشی همراه قرار میگیره و یه نوار قلب خیلی با کیفیت روی دستگاه روی گوشی موبایل نشون داده میشه. دستگاه ما 3 بخش داره. یه بخش سخت افزار، یه بخش نرم افزار و بخش سرورش. بر بخش سخت افزار ما باید سخت افزاری رو درست کنیم که بتونه با لیدهای خشک، یعنی بدون اینکه ژل، آب یا چیزی به بدن یا دستتون بزنید سیگنالتون رو بگیره. کاری رو انجام میده که یک دستیار پزشک انجام میده. بر اساس به هم خوردن اون شکل موج‌ها متوجه میشه که چه آریتمی رخ داده. بخش سوم هم بخش سرور ما هست که اطلاعات به سرور منتقل میشه و از طریق اون میتونه با پزشک یا دیگران به اشتراک گذاشته بشه. محصول فناورانه که توسط فناورانی از رشته‌های مهندسی برق، نرم افزار و سخت افزار طراحی شده، حالا به مرحله تجاری سازی رسیده است. کشورهای اروپایی مثل آلمان، آمریکا و چین پیشرو بودن در ساخت این دستگاه. نمونه‌های خارجی بعد از اینکه وارد کشور میشن حدوداً قیمت تموم شده شون 15 الی 16 میلیون میشه، ولی خب ما این دستگاه رو با حدوداً 1/3 قیمت تونستیم تولید کنیم. طراحان این دستگاه میگویند دقت این محصول در تحلیل داده‌های قلب از نرم‌افزارهای موجود در گوشی تلفن همراه بالاتر است. همچنین امکان ارسال سریع نوار قلب به پزشک برای پیشبینی هر گونه رخداد قلبی وجود دارد. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما. خیر بابولی اورژانس مازندران را مجهز کرد. این خیر با خرید 10 دستگاه آمبولانس و 6 دستگاه موتورلانس و تعمیر و بازسازی 15 آمبولانس مازندران را صاحب یکی از مجهزترین
پایگاه‌های اورژانس کشور کرد. نونوار شدن و تجهیز ناوگان اورژانس در مازندران، آن هم با همت خیری که حاضر نبود نه نامش مشخص باشد نه تصویرش در قاب تلویزیون. 130 میلیارد تومان برای خرید 10 دستگاه آمبولانس با تجهیزات کامل و 6 دستگاه موتورلانس با تجهیزات کامل و همچنین 15 دستگاه آمبولانسی که نیاز به تعمیرات کامل داشتن متقبل شدن. نیت و خاص درونیش این بود که جایی من مطرح نشم. تا مازندران از حالا به بعد صاحب یکی از مجهزترین مراکز اورژانس کشور باشد. این یکی از 27 طرح انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی بابل به حساب می آید. یک کار شاخصی که به نظر بنده در دانشگاه علوم پزشکی بابل در طی 3 سال گذشته محقق شد جلب اعتماد خیرین بود. ما بیش از 290 میلیارد تومان از خیرین به حال جلب کمک و همکاری کردیم. رئیس اورژانس کشور میگوید 3000 دستگاه آمبولانس فرسوده در کشور نیاز به احیا دارند. اقداماتی هم در حوزه وزارت هم در حوزه خیرین انجام شده. برای حوزه وزارت 500 دستگاه آمبولانس الان آماده ورود به ناوگان هست که 50 دستگاه اون وارد شده و الان 130 دستگاهش آماده شده که به زودی وارد ناوگان بشه. البته نیاز کشور 6 برابر بیشتر از این عدد هست. ما در مجالس قبلی، مجلس 8م، 9م، 7م سال 1000 دستگاه آمبولانس از عوارضی که برای ماشین‌های وارداتی خارجی گذاشته بودیم تونستیم سال 1000 دستگاه بخریم، ولی بعد دیگه توجه ویژه‌ای نشد و الان کمبود 3000 دستگاه آمبولانس ما در سطح کشور داریم. بودجه‌ای که دولت محترم می‌گذاره و مخصوصا توجه که آقای دکتر پزشکان به عنوان رئیس جمهور دارن، سهم ویژه‌ای هم از دولت برای خرید آمبولانس برای کل کشور که یک مسئله حیاتیه. خیرانی که توانایی وارد کردن آمبولانس از خارج از کشور را داشته باشند از ارزش افزوده و عوارض گمرکی معاف خواهند بود. به جز این آمبولانس ها تا پایان امسال 100 دستگاه آمبولانس دیگر به ناوگان اورژانس کشور توسط خیران خریداری و اضافه خواهد شد. بنیامین مرشدی، خبرگزاری صدا و سیما، بابل. سومین نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران رستا پایان یافت. در مراسم پایانی این نمایشگاه رسانه‌ها و غرفه‌های برتر معرفی و تجلیل شدند. رسانه‌های آپرا، پارس، فیلم نت و اماریار عنوان برترین رسانه از منظر نظام جامع ارزیابی و رتبه بندی نمایشگاه رستا را دریافت کردند. تولید محتوا داریم چه در حوزه فیلم خارجی چه در حوزه فیلم داخلی و خب فکر میکنم به دلیل جامعیت محتوا و بحث فنی هستش که لطف داشتن و این جایزه رو به ما داده. در بخش بهترین سکوی دارای کنترل والدین و رده‌بندی سنی هم از رسانه‌های پلانما، آپرا و نمافیلم تجلیل شد. چه خدماتی ارائه می‌دهید؟ در واقع پلتفرم پخش و تولید آثار فیلم سینمایی. رسانه‌های روبیکا، مجموعه رسانه سنتر، هنر صدا، دیدی باز، آفند استودیو و رسانه فام نیز عنوان برترین غرفه‌های سومین نمایشگاه رستا را کسب کردند. تعامل و همکاری با غرفه‌ها داشتیم برای ارتقای کارها و شناخت بیشتر نیازهای مخاطب. همچنین در بخش برترین غرفه‌های نمایشگاه سکوهای باد سبا، رادیو سبا، ایران صدا، مجتمع رستا، کانون تهیه کنندگان رسانه‌های دیداری و کانون فرهنگ هنری مجریان رسانه‌های دیداری شایسته تقدیر شدند. یک ایده بسیار ناب داشتیم، اون هم بحث حراجیده بود، یعنی یک بازار جدید در اکوسیستم و در زیست بوم رسانه کشور برای ارائه طرح‌ها و ایده‌هایی که انشالله بتونه با یک خلاقیت و نوآوری تبدیل بشه به یک محصول. حضور خوبی داشتن سکوها، مردم به عنوان کاربران این سکوها، نهادهای صنفی، مسئولین، تفاهم‌نامه‌های خیلی خوبی ایجاد شد، ارتباط‌های خیلی خوبی بین سکوها برقرار شد، کلاس‌های آموزشی، نشست‌های تخصصی هم برای فعالان صنعت هم برای بازدید کنندگان. سومین نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر رستا با حضور 124 سکوی دارای مجوز برگزار شد. محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
محمود حکیمی پیشکسوت ادبیات دینی و کودک و نوجوان صبح امروز در تهران درگذشت. استاد حکیمی به عنوان یکی از پرکارترین نویسندگان معاصر شناخته می شود. استاد محمود حکیمی در سال 1323 در تهران متولد شد و پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه وارد دانشگاه تربیت معلم شد. استاد حکیمی یکی از معلمان ماندگار ایران که نیم قرن در راه تدریس، تألیف و ترجمه عمر گذراند و حاصلش شد 150 عنوان کتاب. بیشتر مذهبی، من مسائل مختلف رو ضمن داستان یا مطالب علمی نوشتم و در مجلات مختلف چاپ شد و بعد به صورت کتاب منتشر شدند. کتاب‌های سلحشوران علوی، داستان‌هایی از زندگانی امیر کبیر و تاریخ تمدن در 22 جلد برای نوجوانان از جمله آثار پرخواننده محمود حکیمی است. آقای محمود حکیمی حکیمی هستند که در اکثر علوم و عرصه‌های در واقع علمی سر آمدند. محمود حکیمی که عمر خود را صرف پژوهش‌های دینی کرد، نامی شاخص در زمینه ادبیات کودک و نوجوان است. آن چیزی که چارچوب فکری خیلی از جوان‌ها را ترمیم کرد و هدایت کرد و به عنوان یک معمار میشه ازش یاد کرد، خود آثاری بود که استاد حکیمی اونها رو نگارش کرده بودن. من معتقدم بسیاری از مطالب مذهبی رو می توانیم ضمن داستان با مدارک البته منتشر کنیم و مورد استقبال هم قرار گرفت. به دلیل انتشار آثار و مقالات عاشورایی محمود حکیمی، لقب خادم عاشورایی هم به او اعطا شد. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما. اجرای رزمایش گلدانهای بیت المقدس در مناطق مختلف استان زنجان. این رزمایش 29 شهریور آغاز شد و امروز با حضور حدود 10,000 بسیجی زنجانی به پایان رسید. یک میدان، پرچمهای برافراشته و چادرهایی که کنار هم برپا شدن و آماده شدن برای یک رزمایش. رزمایش الی بیت المقدس 15 با حضور 10,000 بسیجی استان زنجان برگزار شد. بسیجیانی از قشرها و رده‌های سنی مختلف. ما به عنوان روحانی گردان اومدیم اینجا. بله، دانش آموز. من متولد 84. 85. 83. رشته حقوق هست. وکیلی؟ بله، شاید. الان 65 ساله. چورتون چیه؟ کارمند است. کارمندی. فرهنگی هستم. معلمی؟ بله، آموزگار مقطع ابتدایی. چه رشته‌ای می‌خونی؟ من رشته برق. شما شغلتون چیه؟ تکنسین دارویی. مهمان ویژه این مراسم هم سردار سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور بود. در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و به خصوص در دوره دفاع مقدس که امام راحل مردم را به میدان فراخواندند و میدان دفاع را در اختیار مردم قرار دادند، مردم توانستند دفاع عاشورایی شکل بدن. رزمایش الی بیت المقدس 15 با حضور گردانهای الی بیت المقدس و گردانهای کوثر در منطقه عمومی رزمایش بر اساس ماموریت‌های از قبل تعیین شده اجرا شد. عملیات که واقعی با اصول نظامی اینا تمرین میکنن، بسیجیان عزیز ما آماده میشن، روحیه‌شون هم که شما میبینید. هم هویت عاشورایی، هویت ایرانی که تبلور شده امروز این بسیج، اگر بتونیم این رو بیاریم تسری بدیم در حوزه‌های فرهنگی و انشالله همونطوری که همیشه نقش ایفا کرده، این دفعه هم نقش درست رو بتونیم ایفا بکنیم، انشالله ما رو به اون تمدن بزرگ میرسونه. نکته قابل توجه در این رزمایش علاوه بر توان رزمی، روحیه بالا و نشاطی بود که در بین بسیجیان دیده میشد. روحیه عالی، جهادی، زنجانلار اویاخته، انقلابات اویاخته. رزمایش الی بیت المقدس 15 از دیروز در منطقه عملیاتی مارکشر زنجان آغاز شده بود و امروز پایان یافت. مهدی کریمی، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.